این برنامه از طرف شفاخانه افغان آریا ارائه کننده خدمات صحی با کیفیت عالی برای شما تقدیم می شود. سلامتی بزرگترین نعمت در زندگی انسان هست. درود به تمام شما بینندگان گرامی، امید که در صحتمندی کامل به سر ببرید. یکی از مریضی هایی که اکثر ما در زندگی او را تجربه کردیم گلودردی هست. موضوعی که در این هفته از برنامه سلامت قرار است راجع به آن صحبت داشته باشیم در رابطه به ادنوید یا لوزه سوم میباشه. این که ادنوید یا لوزه سوم چه است، چگونه به وجود میآید و چه روش های درمانی برای آن وجود داره صحبت خواهیم کرد. اما در ابتدا میریم و با هم دیگر یک گزارش را میبینیم. در ادامه همراه ما باشیم. در کل ما دو تا لوزه به نام تانسلا پلاتینا یا لوزه های کمی که اکثر مردم به او آشنا هستن به نام تانسل یا لوزه یاد میشه. او لوزه ها معمولا باعث نفستنگی و اکثرا باعث نفستنگی نمیشه. امکان داره استثنا اگر خیلی بزرگ بشه باعث ایجاد نفستنگی و بندش بینی بشه. ولی نفستنگی در لوزه ها عرض اول و معمول نیست. ما خودت که لوزه داشتم، حالا امسال خیلی بازدار شدم، بیامارم اینجا که عمل کنم. به صورت کل دو نوع لوزه است که در بعض موارد ایجاب میکنه که اینها عملیات بشه. یکی تانسلا پلاتینا است که دو جوره هست، معمولا باعث تب و درد و گلودردی و مشکلات بل، بعضا هم نفستنگی در نزد شخص میشه. ولی لوزه سوم معمولا تب و درد نداره، بیشتر باعث ایجاد نفستنگی و بندش بینی و کاهش اشتها و کاهش وزن نزد طفل میشه. تأخر رشد شیر خیلی خور خور میزن، نفس متعم میشه، دست ها میتو زیر گلو منه، خیلی خور خور میزن. همه افرادی ندارن، فقط یک عده معدودی از طفلا که یا بونیه فامیلی دارن به صورت ارثی نزد اونهای لوزه سوم رشد میکنه، یا به طور مثال حساسیت داشته باشن به صورت دوامدار، از اثر نمی حساسیت نزد اونها ممکنه که لوزه سوم رشد بکنه، یا به طور مثال کسانی که امراض انتنی، امراض میکروبی بینی و سینوس ها و یا لوزه ها به صورت دوامدار و مزمن داشته باشن، امکان داره که این لوزه نزد اونها تحسس بکنه لوزه سوم که باعث بند شدن بینی میشه. متاسفانه به دلیل این که یک تعداد زیادی از مریضا مشکلات اقتصادی دارن، نمیتونن مصارف عملیاتی تامین بکنن، مجبور میشن که به صورت دوامدار از دواها استفاده کنن که استفاده دوامدار هم از ادویه میتونه عوارض در قبال داشته باشه. متاسفانه ظرفیت های کافی برای عملیات چنین مریض های به دلیل کمبود منابع بشه در بخش دولتی هم وجود نداره، در بخش خصوصی هم مصارف داره که این یک تعداد زیادی از مریضا مصارف عملیات رو تامین کرده نمیتونن. چنین رشد در سن 5 الی 6 سالگی داره تا به سن 12 ساله حجم ازی کاسته میشه، به مرور زمان کوچک میشه و بعد از 12 سالگی در صورتی که اگر این کاملا از بین رفته بود ایجاب عملیات نمیکنه. ولی نزد بعضی افراد استثناءً انمی لوزه سوم حتی بعد از 12 سالگی و 13 ساله تا به سن 20 سالگی هم امکان داره که دیده بشه.
مجددا سلام هموطنان گرامی، قبل از اینکه برنامه را آغاز بکنیم چه خوب است که تشکری ویژه و خاص داشته باشیم از حامی برنامه سلامت شفاخانه افغان آریا. افغان آریا ارائه کننده خدمات صحی با کیفیت عالی. طوری که در ابتدای برنامه هم یادآور شد و موضوعی که قرار است پیرامون آن امروز صحبت بکنیم در رابطه به ادنوئید یا لوزه سوم هست و دکتر صاحب شهاب راهمش متخصص و جراح گوش گلو بینی و حنجره را از شفاخانه افغان آریا با خود داریم. دکتر صاحب سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه امروز سلامت. تشکر. من هم عرض سلام دارم حضور شما بینندگان محترم تلویزیون معراج و همچنین همکاران تکنیکی برنامه. تشکر دکتر صاحب. دکتر صاحب چه خوب است که در ابتدای برنامه آشنا بشیم با اینکه خود لوزه سوم چه هست و در کجای از بدن قرار داره. تشکر. خود لوزه سوم یک کتله نسج لنفوی است که در نزد یک تعداد زیادی از اطفال در محل اتصال سقف و دیواره خلفی بلعوم انفی یا نازوفرنکس تحسس میکنه و رشد میکنه. بله. خب دکتر صاحب در این رابطه صحبت بکنیم که خود عملکرد ادنوئید یا لوزه سوم، چون گفتین جزی از سیستم ایمنی بدن هست، چقدر میتونه برای بدن مفید باشه و چه وظایف در کل لوزه ها و خود لوزه سوم انجام میده در بدن؟ خود ادنوئید نه تنها که ادنوئید بلکه یک تعداد زیادی از لوزه‌ها هست که اینها به نام حلقه والدیر یا والدیر رنگ یاد میشه، مسئولیت حلقه از محل قسمت علوی کام شروع تا به قسمت زبان یک حلقه تشکیل داده که لوزه سوم در سر خط وسط یا سر خط متوسط و در بالا قرار داره. ادنوئید در دو طرف ادنوئید پایین‌تر دو عدد لوزه دیگر به نام توبل تانسل یاد میشه که او هم قابل دید نیست با چشم غیر مسلح و بدون امکانات یا آینه و بدون وسایل تشخیصیه. پایین‌تر از این لوزه های توبل یا توبل تانسل دو عدد لوزه دیگه موقعیت داره که اینا به نام تانسلا پلاتینا یا لوزه ها یاد میشه که به نام لوزتان هم مردم او رو میشناسند. پایین‌تر از این لوزه ها باز لینگوال تانسل یا لوزه زبانی یا تانسل زبانی است. از بین از این پنج نوع تانسل که من تذکر دادم، دو تای تانسل های تانسل پلاتینا هست و یک دیگر لوزه سوم هست که به نام ادنوئید میشه. دو لوزه دیگری که معمولا باعث تب و درد و گلو دردی میشه در برنامه امروزی مورد بحث ما نیست، بلکه در برنامه کنونی ما صرف در مورد لوزه سوم یا ادنوئید صحبت میکنیم. خب دکتر صاحب راجع به اهمیت این لوزه ها صحبت بکنیم که چه اهمیتی در بدن داره، در سیستم ایمنی داره، در دفاع از بدن در مقابل میکروب ها. خود لوزه ها به عنوان اولین خط دفاعی بدن در برابر انتانات تلقی میشه که در این لوزه ها بیشتر تانسلا پلاتینا یا انمو لوزتان که بیشتر مردم با او آشنایی دارن، اینها نقش عمده ایفا میکنه. البته خود تانسل ادنوئید یا لوزه سوم در نزد تمام طفلا وجود نداره، بلکه نظر به شرایط خاصی در نزد یک تعداد از طفلا رشد میکنه که باعث بروز اعراض مربوطه میشه. بله. خب دکتر صاحب چه اعراض و علائمی را به داشته باشه یک طفل که ما متوجه بشیم طفل دچار لوزه سوم شده یا لوزه سومش به اصطلاح عام تورم کرده و باعث شده گلودردی ایجاد بشه در اون؟ خیلی خب، خود لوزه سوم اعراض و علائم متعدد و در سیستم های مختلف او اعراض خود به جا میگذاره. یکی اعراض به سر سیستم تنفسی میگذاره، یعنی طفل عمده ترین اعراض از این هست که طفل درست از طریق بینی تنفس کرده نمیتونه، مخصوصا از طرف شب وقتی که طفل میخوابه، به خاطر از این که بینی که وظیفه تنفس یکی از وظایف اصلی بینی هست ندهند، وقتی که بینی مسدود شد یا بندش در بینی از او ایجاد شد، این طفل مجبور میشه که دهن خود باز بکنه. وقتی دهن رو باز کرد، به خاطر که تنفس از راه طبیعی صورت نمیگیره بلکه به صورت اجباری از یک راه
غیر طبیعی صورت میگیره تنفس به این اساس طفل احساس آرامش نمیکنه، مخصوصا در هنگام خواب. وقتی که طفل خواب هست والدین متوجه میشن که دهن طفل باز است، همانند سایر طفلایی که به صورت عادی وقتی میخوابند دهن از اینا بسته هست. متاسفانه دهن از این طفلایی که لوزی سوم دارند باز میباشه و خورخور میزنه، در خواب ناآرامی داره. به این ترتیبه که عمده ترین عرض از این نفس تنگی یا بندش بینیه. دیگه از عرض دیگه از این موجودیت افرازات بینیه. معمولا در نزد انسانهایی که صحتمند هستند و لوزه سوم ندارند، عرض خاصی در طرق تنفسی علوی ندارند، افرازات بینی که در سینوس ها تولید میشه به صورت نرمال به طرف خلف میره و مشکلی به شخص ایجاد نمیکنه. ولی طفلا به خاطر که سوراخ های خلفی بینی که در همان محل که ادینوئید موقعیت داره یا توازن داره در همان قسمت باز میشه، این سوراخ ها توسط ادینوئید بسته میشه. وقتی توسط ادینوئید بسته شد ممکنه که نزد طفل افرازات بینی به وجود بیایه و این همیشه افرازات آب مانند یا افرازات غلیظ از بینی ازی افراز میشه یا خارج میشه. و دیگه اعراض دیگه که این میگذاره به سر سیستم شنوایی میگذاره، به خاطر که سیستم شنوایی و حلق یا گلو از طریق یک لوله به نام شیپور استاش با هم ارتباط داره. وقتی که این یه لوزه تورم کرد، دهانه همیشه لوله که در بین گوش و حلق ارتباط داره دهانه رو ملتهب میکنه. دهانه وقت ملتهب شد باعث بندش لوله میشه. همین لوله که از خود وظیفه داره که تهویه گوش متوسط یا گوش میانی تامین بکنه، این لوله بسته میشه، در داخل گوش مایع تجمع میکنه و نزد طفلا کری پیدا میشه، کاهش شنوایی، کم شنوایی پیدا میشه. و وقتی که معلم صاحبا در مکتب در دوران آموزشی درس تشریح میکنن، این طفل به درستی صدا نمیشنوه و این مانع انکشاف تعلیمی نزد طفلا میشه. یعنی از اعراضی که به بالای سیستم شنوایی میگذاره، اعراض عمومی داره. و همچنین اگر به طولانی مدت این عملیات نزد شخص انجام نشه و این مجبور بشه که همیشه از طریق دهن تنفس بکنه و همیشه دهن از در انگام خواب باز باشه، باعث تغییرات ظاهری در چهره شخص میشه. زیبایی خورد تا حدودی از دست میده، چهره تغییر میکنه، باعث کج شدن یا معوج شدن دندان ها میشه. که در نتیجه اگر ما خواسته باشیم در نزد چنین طفل عملیات ارتودنسی یا راست نمودن دندان ها که توسط متخصصین دندان یا استوماتولوژی انجام میشه انجام بدیم، قبل از اینکه نزد طفل عملیات ارتودنسی یا سیم پیچی کردن یا سیم انداختن دندان ها انجام میشه، حتما باید عملیات برداشتن لوزه سوم نزد این طفل انجام بشه که ای بتانه به صورت درست از طریق بینی تنفس بکنه و بعدا این رجعت داده بشه نزد متخصص دندان که عملیات سیمپیچی یا ارتودنسید در دندان ها نزد از طفل انجام بده. بله. خب دکتر صاحب، حتما هر بیماری یک عامل داره که به وجود میه. خب چه عوامل سبب میشن که این لوزه سوم بزرگ بشه و باعث ایجاد مشکل در یک طفل بشه؟ عوامل متعدد هست. یکی از عمدترین عوامل از ارثیت هست. معمولا کسانی که پدر و مادرشان یا یکی از پدر و مادر از والدین یکی از والدین لوزه سوم یا ادینوئید داشتن، این نزدشان عمل شده یا همین نفس تنگی داشتن، حکایه میکنن که در زمان طفولیت ما هم همین مشکل داشتیم. احتمال از این که در نزد طفلا از اینا هم به وجود بیای زیاد هست. یکی دیگه از عواملی که باعث ایجاد ادینوئید یا بزرگ شدن لوزه سوم در نزد طفلا میشه، حساسیت یا آلرژی است. بله. طفلایی که همیشه بینی از اینا مرتوبه و همیشه التهاب داره و حساسیت دارن، این افرازات غیر نرمال، افرازات میکروبی رو به طرف خلف میره در نیه کام و باعث تحریک میکنه همون نیر تا یک همون انساج لنفوی بزرگ بشه. و همچنان در نزد طفلایی که اگر سینوزیت داشته باشند، خود این سینوزیت میتونه افرازات که حامل باکتری های معلل المرضی یا پتوژن هست، این افرازات به طرف خلف برانه که در وقتی که در نهی نزوفرنگس رسید
باعث تنبیه ادینوید میشه و ادینوید در بزرگ میسازه و این ادینوید بزرگ شدن از به نوبه خود باعث نفستنگی میشه. بله. که عمدترین عراضی بود که برای شما تذکر دادم. بله. دقیقا دکتر صاحب، در این اواخر خود حساسیت فصلی هم زیاد بین مردم شایع شده و اکثر کسان میبینیم که گلودرد هستن و این هم میتونه یکی از عوامل باشه، دقیقا مثل که شما یاد کرده. بله، بحث حساسیت های فصلی و گلودردی بحث نسبتا کمتر ارتباط داره به این موضوع. او التهاب بلعومر سبب میشه. هر عاملی که به صورت دوامدار باعث بندش بینی بشه، این میتونه که باعث ایجاد گلودردی مخصوصا از نوع التهاب بلعوم بشه. التهاب بلعوم که ما به نام فرنجایتیس میگیم. پس بنابراین کسانی که الرژیک رینایتیس یا التهاب حساسیتی بینی دارن، در نزد اینها معمولا حساسیت ها فصلی است. البته در نزد یک تعداد افرادی هم سال تمام است، یعنی همیشه در طول سال اینها نفستنگی امو بندش بینی حساسیت را دارند. در نزد کسایی که حساسیت به صورت فصلی است، این هم دوام میکنه یک ماه دو ماه سه ماه دوام میکنه. در یک فصل بهار عوامل حساسیت زام متفاوته، در فصل تابستان و خزان متفاوت هست. یعنی وقتی که دو ماه سه ماه دوام کرد و بینی بندش داشته باشه و تداوی نشه، خود بندش بینی به خاطر اینکه تهویه نیه گلود مختل میکنه، به خاطر اینکه باعث ایجاد رشد میکروب های مولد المرضی در داخل بینی میشه، به خاطر اینکه نمو پی اچ یا حالت اسیدیتی و غلیظ بودن بینی و افرازات بینی تغییر میده. این افرازات وقت غیر طبیعی بود و سمت نزوفرنکس یا در سمت بلعوم رفت، اینها میتونه باعث ایجاد گلودردی که اکثرا از نوع فرنجایتیس یا التهاب بلعوم هست باعث ازی شده میتونه. بله. خب دکتر صاحب، چگونه تشخیص میدین این مریض ها را که دچار بزرگ شدن یا تورم لوزه سوم شده؟ خب وقتی بندش بینی در نزد مریضا عوامل متعددی داره، ولی در نزد طفلا نظر به حسین با تجربه که ما داریم و در لیتراتورهای طبی تذکر رفته، بیشترین عامل بندش بینی به صورت دوامدار در طفلا انیمی لوزه سوم یا ادینوید هست. بله. وقتی طفل نزد ما در معاینه خانه مراجعه بکنه، ما ایره چیگونه تشخیص میکنیم؟ توسط اکسری هم اگر ما تجویز یا توصیه بکنیم، اکسری بره مریض تجویز کنیم، توسط اکسری تشخیص میشه، توسط سی تی اسکن تشخیص میشه. اگر توسط اندوسکوپ ما از اسپری بیس کننده در بینی مریض استفاده کنیم، بعد توسط اندوسکوپ که به دستگاه مانیتور یا تلویزیون وصل است، توسط اندوسکوپ هم از طریق بینی و هم از طریق دهن ما میتونیم ادینوید تشخیص کنیم. توسط آینه، آینه که اکثرا توسط دکتر سیبای دندان استفاده میشه، توسط آینه هم ما میتونیم لوزه سوم رو تشخیص بکنیم. و یک راه بسیار ساده و تقریبا بی‌مصرف، البته کمک برای طفلا آزاردهنده هست، که دکتر دستکش میپوشه، توسط انگشت امون نیر که وقتی ما جذب کنیم یا لمس کنیم که به نام توشی ادینوید یاد میشه، توسط لمس انگشت هم ما میتونیم لوزه سوم رو تشخیص بکنیم. البته لمس انگشت به خاطر که به طفل آزاردهنده است، احساس بدی به طفل میده. اگر مریض توانایی داشته باشه که از سایر امکانات تشخیصی که من آوردم از اونها استفاده کنه، بهتر است که از اونها استفاده کنیم. در صورتی که دیگه چاره‌ای نباشه، از لمس انگشت کمو دو سه ثانیه ممکنه که طفل اذیت بشه. از لمس لوزه توسط انگشت همراه دستکش هم استفاده میشه. تشکر دکتر صاحب. هموطنان گرامی، فعلا یک وقفه کوتاه داریم، اما صحبت های ما ادامه داره، جایی نره. گاهی اوقات لوزه ها در کودکان ممکن است بارها و بارها عفونت کنند یا بسیار بزرگ شوند که نیاز به جراحی و برداشتن آنها می باشد. لوزه ها و ادنوئید ها بخشی از سیستم لنفاوی هستند که به سیستم ایمنی بدن کمک می کنند تا با عفونت ها مبارزه کند. لوزه ها در دو طرف پشت گلو، پشت زبان قرار دارند و ادنوئید در پشت بینی واقع شده است. شما می توانید لوزه های خود را از طریق دهان ببینید، اما ادنوئید پنهان است و دیده نمی شود. لوزه ها و ادنوئید ها به بدن کمک می کنند تا با میکروب هایی که از طریق بینی و دهان وارد می شوند مبارزه کنند. گاهی اوقات یک عفونت می تواند باعث تورم آنها شود.
دو دلیل اصلی برای برداشتن لوزه ها و ادنوئید ها وجود دارد. یکی این است که عفونت ها مکررن اتفاق بیفتند و دیگری این که آنها بیش از حد بزرگ شوند. لوزه ها و ادنوئید های بسیار بزرگ ممکن است باعث مشکلاتی در بلع یا فرو بردن، تنفس یا خواب شوند. در زمان عملیات ابتدا به کودک بیهوشی عمومی داده می شود که باعث می شود کودک بخوابد و در هنگام عمل هیچ دردی احساس نکند و چیزی به یاد نیاورد. بعد از خواب رفتن کودک جراحی شروع می شود که معمولاً برای برداشتن لوزه حدود 45 دقیقه طول می کشد. دهان کودک باز می شود تا لوزه ها و زبان کوچک دیده شوند. سپس هر لوزه گرفته و برداشته می شود. بعد از برداشتن لوزه ها دهان دوباره باز می شود تا ادنوئید دیده شود. سپس ادنوئید برداشته و از دهان خارج می شود. بعد از جراحی اکثر کودکان 2 تا 4 ساعت در شفاخانه استراحت می کنند و سپس به خانه می روند. اما برخی ممکن است نیاز داشته باشند یک شب در شفاخانه بمانند و روز بعد به خانه بروند. کودکان بعد از عملیات درد متوسط یا شدید در گلوی خود خواهند داشت که ممکن است 10 تا 14 روز طول بکشد. آنها همچنین ممکن است از درد در گردن، فک و گوش خود شکایت کنند. اغلب درد قبل از بهتر شدن بدتر می شود. اکثر کودکان حدود 10 روز پس از جراحی به مکتب یا کودکستان باز می گردند. فعالیت های بدنی تا 2 هفته پس از جراحی محدود می شود. به این معنی که نباید بازی های خشن، ورزش، شنا یا مسافرت داشته باشند. باید مطمئن شد که کودک استراحت کافی دارد، مایعات زیادی می نوشد و داروهای مسکن خود را طبق دستور مصرف می کند. بینندگان گرامی، همچنان در ادامه برنامه با شما هستیم و جا داره که باز هم یک سپاسگزاری ویژه داشته باشیم از حامی برنامه سلامت، شفاخانه افغان آریا. افغان آریا ارائه کننده خدمات صحی با کیفیت عالی. طوری که در قسمت اول برنامه هم صحبت کردیم در رابطه به این که خود ادنوئید چه هست، چه اهمیت این لوزه ها دارن، چه زمانی بزرگ میشن و میتونن که درد سرساز باشن، باز هم صحبت های خود را با دکتر صاحب شهاب رامش، متخصص و جراح گوش گلو بینی و حنجره، ادامه میدیم. در رابطه به این که دکتر صاحب، خود ادنوئید در چه سنینی بزرگتر هست و چه سنینی کوچک میشه و از بین میره؟ تشکر. خود ادنوئید معمولا از سن 4 سالگی شروع میشه و سیر سعودی داره، یعنی حالت بزرگ شدن میگیره و بعد از سن 6 سالگی و 7 سالگی باز معمولا در نزد اکثریت طفلا کوچک شده میره تا اینکه به سن 12 تا 13 سالگی میرسن. یعنی ادنوئید اکثرا به سن 13 سالگی کوچک میشه و از بین میره، ولی حتمی نیست که در نزد تمام طفلا وقتی که 13 ساله یا 12 ساله شدن به صورت خود به خودی ادنوئید از بین بره. حتی ممکنه در یک نزد شخص 20 ساله هم ادنوئید هنوز موجود باشه و اعراض مربوطه خود بروز بده. و در مورد سن که ما گفتم از 4 سالگی شروع میشه، شاید سوال خلق شه که پایین‌تر از 4 سالگی وجود نداره. بله، چرا پایین‌تر از 4 سالگی، 3 سالگی، 2 سالگی، حتی در نزد بعضی از طفلایی که 1 ساله هم هستن، نیمی ادنوئید یا لوزه سوم که باعث نفستنگی میشه در نزد این طفلا هم بروز میکنه و اعراض متبارز میسازه. خب دکتر صاحب، صحبتی هم داشته باشیم راجع به این که آیا خود میتونیم از بزرگ شدن لوزه سوم، از التهابش جلوگیری بکنیم یا خیر؟ بله، قسمی که من در لابلای برنامه هم گفتم، یکی از عواملی که باعث بزرگ شدن لوزه سوم یا ادنوئید میشه خود حساسیت هست. اگر وقتی یک شخص متوجه میشه که طفل از او حساسیت بینی داره، همیشه بینی از او مرطوب هست، دهن از او باز هست، اگر این در اثر وقت تداوی بکنه از بزرگ شدن بیشتر ادنوئید جلوگیری میشه. یعنی با مو تداوی دوایی نتیجه میده و نیازی نیست که نزد از این طفل ما
عملیات انجام بده. بله دکتر صاحب، سوالی که میخوام در این قسمت بپرسم، مطمئن هستم که هموطنان ما هم همین سوال در ذهنشان هست، این که آیا خود لوزه سوم درمانی داره وقتی که بزرگ میشه و دچار التهاب میشه، میتونیم مورد تداوی بکنیم یا خیر؟ معمولا خود لوزه سوم والدین تشخیص نمیدن، بلکه وقتی نفس تنگی یا بندش بینی در نظر طفل ایجاد میشه، این طفل به یک مرکز صحی نزد متخصص گوش و گلو انتقال میدن که این متخصص گوش و گلو وقتی طفل رو معاینه کرد، ادینوئید تشخیص میشه. ادینوئید که تشخیص شد، در صورتی که سایز یا اندازه ادینوئید خیلی بزرگ نباشه، میشه که با تداوی دوایی ما اقدام بکنیم. یعنی با تداوی دوایی قابل درمان هست، ما برای مریض دواهای تجویز میکنیم به صورت یک ماه، دو ماه تا به سه ماه که میتونه باعث کوچک شدن حجم ادینوئید بشه. اما در صورتی که سایز ادینوئید بسیار بزرگ باشه که نمی سوراخ‌های خلفی بینی، سوراخ‌هایی که در حلق باز میشه، سوراخ‌های بینی که در پشت وجود داره و در داخل حلق باز میشه، این سوراخ‌ها رو کاملا بسته بکنه یا 75% سوراخ‌ها رو بسته بکنه یا بیشتر از اون، که طفل دیگه نتونه از طریق بینی تنفس بکنه، در این موارد تداوی دوایی موثریت چندانی نداره. باز لازم میشه که حتما نزد طفل عملیات لوزه سوم انجام بشه. چرا عملیات لوزه سوم یا تداوی لوزه سوم ما نزد طفلا انجام میدیم؟ قبلا هم گفتم که راه اصلی تنفس در نزد انسان بینی هست. به محض ای که بینی مسدود بود، طفل مجبور میشه که از طریق دهن تنفس بکنه. وقتی از طریق دهن تنفس کرد، اکسیژن کافی در انسجام بدن من جمله مغز یا دماغ اکسیژن کافی نمیرسه، طفل مواد غذایی که استفاده میکنه اینا رو سخت و ساز یا عملیه سخت و ساز در نزد طفل به صورت درست یا میتابولیزم که ما یاد میکنیم انجام نمیگیره. به این اساس هر قدر که طفل غذا میخوره، به خاطر که از یک مجرای غیر طبیعی تنفس میکنه، اکسیژن کافی در انسجام بدن نمیرسه، انسجام بدن انرژی کافی در دسترس ندارن، باعث این میشه که این طفل به صورت کافی رشد نکنه، رشد جسمی از این به تاخیر بفته این طفل نزده. و همچنین ممکنه که اگر به صورت دوامداری شخص ادینوئید داشته باشه، تاثیرات نسبی و منفی بر روی حافظه از این طفل ممکنه که داشته باشه. بله. خب دکتر صاحب، ده از هموطنان ما ترس از این دارن که اگر جراحی بکنن و لوزه رو بردارن، میتونه عوارض برشان در پی داشته باشه، چون گفته میشه، خود شما هم گفتیم پیشتر، که جزی از سیستم ایمنی هستن. آیا این گمان درسته؟ جراحی میتونه عوارض داشته باشه یا خیر؟ جز سیستم ایمنی به صورت خاص لوزه های کمی یا تانسیلوپلاتینا هست. بله. تانسیلوپلاتینا تمام انسان ها و تانسیلوپلاتینا بدون استثنا دارن، ولی لوزه سوم که به نام ادینوئید یاد میشه همه انسان هایی ندارن. بله. صرف در نزد یک تعداد افراد تحساس میکنه که برداشتن از هیچ نقص به سیستم ایمنی بدن وارد نمیکنه. البته لوزه های کمی یا تانسل ها که به نام لوزتان پایوازهای مریضا و مردم به او آشنایی دارن، این لوزه ها که ما گفتیم تمام انسان ها دارن، در صورتی که هیچ گونه اعراضی نداشته باشه، اینا نیازی به عملیات نداره. حتی عملیاتی اگر انجام بشه، این کار غیر ضروری هست و به سیستم دفاعی بدن آسیب میرسونه، مخصوصا در طفلا. لوزه ها کمی، امیدو لوزه که هست، نه لوزه سوم، در سیستم دفاعی طفل بسیار نقش ارزنده تر دارن تا یک آدم بالغ بزرگ. بله. بله، تا کاهلان. به این اساس در نزد طفلا هم اگر یک بار، دو بار یا سه بار، چهار بار مثلا این گلودرد میشه و تداوی میکنیم و خوب میشه، مثلا به افبار، اشبار و دعبار اینها نمیرسه، در یک سال به طور مثال اگر یک طفل یک بار، دو بار اگر گلودرد بشه، نیازی به عملیات نیست. بله. متاسفانه بعضی از مریضا به معاینه خانه مراجعه میکنن، طفل میارن که میگن این طفل رو به ما به یک ولیسپلی گفتن که نیل لوزه داره، باید عملیات شه. میگم هم انسان ها لوزه دارن، همه قسم که دست و پا و چشم و گوش ما داره، من میدون تا لوزه که داخل دهن هست. بله. یه لوزه تمام انسان ها دارن، در صورتی که این عوارض ایجاد نکرده باشه، همیشه شخص گلودرد نشده باشه و تب نداشته باشه و بالاخره باعث اختلال در کار، اختلال در درس و
تعلیم نزد طفل نشده باشه نیازی به عملیات نیست بحب. بلکه اگر یک دو بار، سه بار، چهار بار، پنج بار یا حتی در یک سال تا شش بارم اگر طفل گلو درد بشه ما ارتدایی میکنیم، ولی اگر زیادتر شد به طور مثال در یک سال هفت بار گلو درد شد و به طور مثال در ظرف دو سال به هر سال پنج مرتبه و دو سال ده مرتبه گلو درد شد و یا به سه سال کشید سالانه سه مرتبه ای طفل گلو درد شد و تداوی دوایی درست و اساسی انجام بداد و نتیجه نداد و باز هم بازگشت کرد نزد ازی ریکرنسی کرد یا اوت کرد می مریضی ریکرنسی داد یا اوت کرد نزد ازی به ای اساس که ارجاع میده میر به عملیات و اما در مورد لوزه سوم عملیات از او بالای سیستم دفاعی بدن انسان هیچ گونه تاثیرات منفی نداره شرکور تمام انسان ها ندارن در حالی که در نزد بعضی طفلا به دلیل دلایل که ما قبلا گفتم بزرگ میشه. حالا بحث سر ای است که آیا این عملیات هم بله طفلا ضرر داره یا نه. قسمی که خود شما و بینندگان محترم تلویزیون هم میدانند ای عملیات تحت بیهوشی عمومی یعنی کاملا طفل بیهوش میشه نه به صورت موضعی که فقط یک نیر ما بیهوش کنه بله. حتما باید ای عملیات تحت انستیزی عمومی یا بیهوشی عمومی انجام بشه جنرال انستیزیا به خاطر که این عملیات با حالت بیدار و یا با حالت انستیزی نایوی امکان پذیر نیست. خود بیهوشی میتونه خطرات خود داشته باشه بله. البته خوشبختانه با گذشت زمان طی دهه‌های اخیر دواهای کم عوارض به بازار عرضه شده که در افغانستان هم او دواها در دسترس دکتر سیبا مخصوصا پرسنل زحمتکش بخش انستیزی قرار داره که یعنی با گذشت زمان دواهای کم عوارض آمده و از این دوا استفاده میکنیم. همانند دیگه که 30 سال 40 سال قبل دواهای پر عوارضی بود خطرات یا اختلالات بیهوشی زیاد بود فعلا کمه بله. اختلالات بیهوشی معمول نیه یعنی در صد واقع هم که ما مریض بیهوش کنیم خطرات حیاتی در نزد همی طفلا در یک واقع هم متوجه طفل نمیشه ولی باز هم قابل پیشبینی نیست احتمال داره هر لحظه که در نزد یک طفل که بیهوشی میگیره در چی طفل باشه چی انسان بالغی باشه خطرات بیهوشی یا خطرات انستیزی هست بلد. یکی از خطرات عملیات خطرات بیهوشی بود که که مربوط به جراح نمیشه خطرات مربوط به بیهوشی میشه دیگه خطراتی که هست در جریان عملیات در جریان عملیات یکی از عمده‌ترین خطرات خونریزی هست مخصوصا اگر خونریزی زیاد باشه و کنترل نشه خود از این میتونه مشکل ساز و خطر ساز و همچنین تهدید کننده حیات در نزد طفل باشه دیگه اختلالات دیگه که هست از اثر بی‌توجهی امکان داره در کتابایی که امریکایی است چاپ امریکا از مؤلفین امریکایی داره در اونها تذکر رفته در اون کشور هم این اختلالات یا عوارض اتفاق افتاده به طور مثال آسیب رساندن به دندان مریض بله. آسیب رساندن به زبان مریض در جریان عملیات آسیب رساندن به چشمان مریض به طور مثال وقتی که یک طفل بیهوشی میکنه مداخله از طریق دهن صورت میگیره چون چشما هم ارتباط نزدیک و صمیمی با دهن داره امکان داره می ابزار جراحی گرچه رو چشما پوشانده میشه رو چشما داخل چشما پماد میزنه ما در جریان عملیات پلاستر زده میشه که همین نور چراغ حتی مثلا به چشم آسیب نرسانه باز هم خوشبختانه در هرات ما موارد نداشتیم که چشما آسیب ببینه در جریان عملیات این چیزایی هست که اینا قابل پیش بینی نیه ولی در لیتراتورهای طبی اینها تذکر داده بله دیگه در نزد یک تعدادی از افراد طفلا ممکنه اینا غری سیبا باشن غری سیبای قرآن باشن یا ندخوان ها باشن در نزد اینها هم که اگر ما عملیات ادینویدر انجام میدیم به والدین از اینا تذکر میدهیم که صدا از این طفل ممکنه که تغییر کنه بله. ای که بهتر میشه یا بدتر مشخص نیست گرچه ما به روی حنجره مداخله نمیکنیم که مثلا کاملا صدای مریض از بین بره دیگه نتونه صحبت کنه فقط یک تفاوت ممکنه که در تون صدا مریض ایجاد بشه در ممکنه صدای بهتر بشه و همکنی ممکنه صدای باشه که او برای ناخوشایند نباشه بله. معمولا عملیات پرخطر و پرعوارض نیست والری از خطر هم نیست. بله. خب دکتر صاحب اگر پیامی داشته باشیم کامله در خدمت شما هست بفرمایید به مردم. پیام در قسمت همین مریضی لوزه سوم یا ادینوئید
که باعث خورخور زدن در خواب در نزد طفلان میشه، باعث بی‌قراری، باعث ناآرامی، به تأخیر افتادن رشد در نزد طفلان میشه، در نزد یک تعداد زیادی از طفلان باعث کاهش شنوایی میشه. خوشبختانه این او کاهش شنوایی که از باعث ایجاد لوزه سوم در طفل ایجاد شده، از باعث بروز لوزه سوم نزد یا تأسس کرده، این قابل تداوی است. مشروط بر این که زودتر دست به کار باشند. پیام ما برای والدین محترم چنین مریضانه که در جریان خواب نفستنگی دارند و خورخور میزنند و از طریق بینی نفس کشیده نمیتونند، مجبور میشن دهن خود باز کنند، دهن از اینا باز است، پیام می است که به زودترین فرصت نزد متخصص گوش و گلو مراجعه بکنند که در رو طفلای که این لوزه سوم اندک بزرگ شده با تداوی دوایی کنترل میشه، ولی در طفلای که بسیار بزرگ شده و دیگه با تداوی دوایی امکان پذیر نیست، این طفل کاندیدای عملیات میشه و نزد از این عملیات انجام میشه و شنوایی از این بهتر میشه، درست میتونه تنفس بکنه، غذایی که برای از این میدیم به بدن از این بهتر به مصرف میرسه و رشد میکنه، رشد از این به تاخیر نمیفته. بعضی میگن این طفل خورده نمیشه که ما مدت بعد عمل کنیم، هر قدر که دیرتر عمل بکنن طفل یعنی رشد از این به تاخیر میفته، رشد به تاخیر میفته. پس بهتره که در سن 4 سالگی اگر طفل مثلا ما 4 سالگی به راحتی عمل میکنیم، یک طفل 4 ساله ما بیوش میکنیم عمل میکنیم، اگر خیلی عاجل و اورژانسی باشه ما حتی یک طفل 2 نیم ساله هم میتونیم عمل کنیم. البته طفلای 2 نیم ساله قسم که میدانند مراقبت های بعد از عملیات جدیتری به کار دارند، لازمه که اگر طفل 2 نیم ساله ما عملیات میکنیم و بیهوش میکنیم، بعد از اینکه از عملیات خانه بیرون میشه حتما باید به بخش ICU انتقال بدیم تا اونجا مراقبت های جدیتری به خاطر که صورت بگیره، به خاطر که طفلای 2 نیم ساله مخصوصا از لحاظ بیهوشی اینها آسیب پذیرتر. تشکر جهان، سپاس از حضور شما در برنامه دکتر صاحب و همچنان معلومات خوبی که ارائه کرده. تشکر از شما و همچنین بینندگان محترم تلویزیون معراج که تا این لحظه با ما بودن. تشکر هموطنان گرامی از اینکه تا اکنون بیننده برنامه خودتان بودین. امیدوار هستم که محتویات امروز هم برایتان مفید واقع شده باشه. سبک زندگی سالم را برایتان انتخاب بکنین تا اینکه همیشه سالم باقی بمانید. و باز هم تشکری خاص دارم از حامی این برنامه، شفاخانه افغان آریا. افغان آریا ارائه کننده خدمات صحی با کیفیت عالی. تا یک برنامه دیگر و سلامت دیگر که در خدمت شما قرار میگیریم، شما را به الله بی‌نیاز میسپارم. برای کودکان مبتلا به لوزه سوم، رژیم غذایی می تواند نقش مهمی در کاهش التهاب و تقویت سیستم ایمنی داشته باشد. برخی نکات مهم رژیم غذایی شامل میوه ها و سبزیجات. این مواد غذایی سرشار از ویتامین ها، مواد معدنی و آنتی اکسیدان ها هستند که به تقویت سیستم ایمنی کمک می کنند. مواد غذایی حاوی ویتامین سی، مرکباتی مانند پرتقال، لیمو، توت فرنگی، کیوی و غیره می توانند به کاهش التهاب کمک کنند. پروبیوتیک ها یا باکتری های مفید، مواد غذایی مثل ماست پروبیوتیک می تواند به بهبود سلامت روده و تقویت سیستم ایمنی کمک کنند. پرهیز از غذاهای حساسیت زا. اگر کودک حساسیت به برخی غذاها دارد، بهتر است از آنها پرهیز کنید، زیرا می توانند التهاب را افزایش دهند. مایعات فراوان، نوشیدن آب و مایعات گرم مثل چای گیاهی می تواند به تسکین گلو و کاهش التهاب کمک کند. مواد غذایی حاوی اومیگا 3، ماهی های چرب و مغز ها مانند چهارمغز که خواص ضد التهابی دارند می تواند برای این بیماران مفید باشد. پرهیز از مواد غذایی مضر و قندی، این مواد می توانند التهاب را افزایش دهند و به تضعیف سیستم ایمنی منجر شوند.
این برنامه از طرف شفاخانگی افغان آریا، ارائه کننده خدمات صحی با کیفیت عالی، برای شما تقدیم شد.